پیغمبر من محبوب من صلی الله علیه و سلم اصحاب را به قدوم این ماه مژده میدادند و میفرمودند آتاکم شهر رمضان شهر فرض الله علیکم صیامه، برای شما ماه مبارک رمضان آمده است، ماهی که الله روزه آن را فرض قرار داده است. تفتح فيه ابواب الجنه، دروازهای بهشت در آن باز می شوند. و تغلق فيه ابواب الجحیم، و دروازهای جهنم بسته می شوند. و تغل فيه مردت الشياطين، و شیاطین سرکش به زنجیر کشیده می شوند. و فيه ليله هي خير من الف شهر، و در آن یک شبی است که از هزار ماه بهتر است. من حرم خيرها فقد حرم، هر کسی که از خیر و برکات این ماه محروم شود او محروم شده است، او محروم شده است. عزیزان، رمضان نعمت بسیار بزرگ است که الله به این امت داده است، و پیامبر من صلی الله علیه و سلم فرمودند من صام یوما فی سبیل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خریفا، هر کسی که یک روز را روزه بگیرد به خاطر الله، الله چهره او را 70 سال از جهنم دور می کند. یک روز، چه برسد 30 روز ماه مبارک رمضان. این یک روز آن هم در مورد نوافل آمده است، این حدیث در مورد روزه نفلی آمده است. یک روز روزه نفلی را کسی بگیرد 70 سال از جهنم فاصله می گیرد. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ای مؤمنان، ای مسلمانان، بر شما روزه ماه مبارک رمضان فرض قرار گرفته است. کما کتب علی الذین من قبلکم، چنانچه که این فرض بوده است بر کسانی که قبل از شما بوده است. ثمره اش یا الله چه خواهد بود؟ این 30 روز را که ما روزه بگیریم چه نتیجه ای به دست ما میرسد یا الله؟ چه چیزی به دست ما میرسد یا الله؟ نتیجه چه خواهد بود یا الله؟ مقصد چیست یا الله؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون، تا شما به تقوا برسین. خب سوال این است که کدام قسم روزه ما را به تقوا میرسد؟ فرمود من لم يدع قول الزور والعمل به، کسی که سخن دروغ را رها نکند و عمل را بر قول باطل رها نکند. فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، خدا نیازی ندارد اینکه او آب و نانش را رها بکند. در روایت دیگه داریم که رسول خدا فرمودند رب الصائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، چه بسا روزدارانی هستند که نصیب او از روزش جز گشنگی و تشنگی چیزی دیگری است، هیچ چیزی دیگه به او نمیرسد. بعضی ها دیگه میگن اصاب ما کار نمی کنم، بل خصوص کسایی که کمکی عملم دارن یا دور از دوریتان نسواریان یا سگریتیان، والله اعلم، اینها دیگه خودشان میگویند که دیگه از ما دور بگردین که دیگه اصاب ما کار نمی کند. جالب است، بعضی ها که گشنه می شوند زشتر می شوند، اخلاقش زشتر می شود، زبانش زشت می شود، اخلاقش تن می شود، در حالی که این مقصد رمضان نیست. تو با رمضان هزاران سال فاصله داری، رمضان این را از تو نخواسته است، رمضان برعکس تو را میخواهد تربیت بکند. اینکه اخلاقت را بسازید، اینکه رفتارت را بسازید. فرمود صلی الله علیه و سلم فاذا كان يوم صوم احدكم، وقتی که روزه یکی از شما باشد و شما روزه بر دهن داشته باشین، فلا يرفث يوم اذن، سخنان زشت نگوید در آن روز، فحش نگوید، ولا يسخب، صدایش را بلند نکند، جنگ نکند، قال مقال نکند، خصومت نداشته باشد. یا رسول الله، اگر کسی دیگه در مقابل من قرار گرفت او سخنان زشت به من گفت من چه کار بکنم؟ فرمود فإن سابه احد، اگر کسی او را دو زد، اگر کسی به شما سخن زشت گفت، او قاتله، یا جنگید با شما، چه کار باید بکنید؟ فلیقل انی امرء ساعی، بگو برایش که من روزه دارم، بگو برایش که من روزه دارم. این هست عزیزان من حقیقت و ثمره روزه، این چیزی است که باید در روزه به دست بیاید و تمرینی است که در یک ماه
باید من شما آن را انجام بدهیم. روزه ما را به اخلاق نیکو میرساند، ما را تربیت میکند. این خشم و غضب من که الان وجود ما را فرا گرفته است، باید در یک ماه رمضان این را از بین ببریم تا اثراتش را در 11 ماه دیگر هم ببینیم. جوانان، بزرگواران، همه تن را توصیه میکنم در این ماهی که در پیش رو داریم، از موبایل هایتان فاصله بگیرین مگر در وقت ضرورت. این چیزی است که ما را از برکت ماه مبارک رمضان محروم میکنه. از تلویزیون فاصله بگیرین، تلویزیون را بکشین از برق، ببین بس است. 11 ماه در پیش روی تو نشستیم، 11 ماه وقت ما را گرفتید. همچنان از موبایل ها فاصله بگیرین مگر وقت ضرورت. عزیزان من، یا موبایل هایتان را خاموش بکنین. چه میدانید گاهی اوقات با یک نگاه در موبایل وقتی که باز میکنید، با خود فکر میکنید ممکن کسی تماس گرفته باشد، شما دنبال یک تماس خاص هستید. با یک نگاه جوان، گاهی اوقات با یک نگاه وقتی انجا یک عکس مبتذل را میبینید، فیلم مبتذل را تماشا میکنید، برکت رمضان از بین میرود. برکت رمضان از بین میرود. اگر ضرورت است بیاین بعضی از برنامه ها را حذف کنین، خیر است. بعضی از برنامه هایی که الان شما در موبایلتان دارین، تلگرام را حذف کنین، فیسبوک را حذف کنین. چیزی که بیشتر وقت شما را میگیرد حذف کنین از موبایلتان، خود را راحت کنین. این وقت تلاوت شما را میگیرد، وقت نوافل شما را میگیرد، وقت استراحت شما را میگیرد. این برکت روحانیت و جوهر رمضان را از شما میگیرد. این شما را به مقصد نمیرساند، این مانع رسیدن به مقصد است. گاهی اوقات بعضی ها میگوین ما بیرون نمیرویم، چشم ما به نامحرم نرسد در ماه مبارک رمضان، اما در موبایلش تمام نامحرم های دنیا را نگاه میکند. چه فکر کردید فرقی او این چیست؟ این بدتر است از آن. از گناهایی که در خلوت صورت میگیرد اجتناب کنید. اینها گناهانی هستند که در خلوت انجام میگیرد. والله اگر از این گناهان اجتناب کردید، شما ولی خدا میشوید در ماه مبارک رمضان. کرامات را میبینید در ماه مبارک رمضان، مشاهده میکنید که چه قسم الله دعاهایتان را اجابت میکند. 11 ماه انتظار، انتظار تا به ماهی برسیم که دعای ما در آن اجابت میشود. و وقتی دقیقا به آن ماه میرسیم، بعد گرفتار بسیاری از مسائل میشویم. گرفتاری ها زیاد میشود، مشکلات زیاد میشود. با موبایل مصروف، با موبایل مصروف. بس است، 11 ماه مصروف بودیم. بس است. از موبایل هایتان فاصله بگیرین مگر در وقت ضرورت. دوم، با پاک نمودن سینه از کینه و بغض و دشمنی. بعضی هر رمضان سال گذشته روزه گرفتن، تا رمضان امسال رمضانشان به آسمان ها برده نشده است. نه نماز نه روزه، هیچ چیزش به آسمان ها برده نشده است، چون سینه هایشان پر از کینه و بغض و دشمنی است. لذا با پاک نمودن سینه از کینه و بغض و دشمنی به استقبال ماه مبارک رمضان بروید. عزیزان، از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه پرسیده شد شما ای صحابی رسول الله چگونه به استقبال رمضان می رفتید؟ فرمودند هیچ یک از ما جرأت نداشت در حالی به استقبال رمضان برود که ذره کینه نسبت به برادر مسلمانش در قلب او باشد. بعضی هر رمضان سال گذشته روزه گرفتن، تا رمضان امسال رمضانشان به آسمان ها برده نشده است. چطور می توانید بگویید یا عفون کریم تحب العفو فعفو عنی؟ پروردگارا ای بخشاینده، ای عفو و کریم، ای بخشاینده مهربان، مرا ببخش در حالی که خودت نمی بخشید. ببخش که الله ببخشد، معاف کن که الله معافت کند. هدفتان در رمضان تعیین کنید، می خواهیم به چه چیزی برسین در رمضان. از الان باید هدفتان را تعیین کنین و در راستای رسیدن به این هدف اگر به هر چی مشکلات روبرو بشوید خیر است. برنامه ریزی کنین برای عبادات مختلف، نوافل،
تلاوات قرآن عظیم شأن، صدقات، خیرات. عزیزان من، اینا همه دروازه‌های رسیدن به الله هستند. از همه این دروازه‌ها به هدف خود را برسانین، از همه این دروازه‌ها خود را به مقصد برسانین، ممکن یکی از اینها کارآمد واقع شد و الله گردنت را از آتش جهنم آزاد کرد. الله الرحمن الرحیم است.